درود به همه شما خوبان. امروز با یه برنامه آموزشی دیگه در خدمت شما هستم. میخوام یه کیک عصرونه تقدیم شما بکنم با عنوان اپل استروسل کیک، یا خیلی راحت بگم کیک سیب با رویه کرامبلی. از اونجایی که سیب از میوه‌هایی که خیلی تو کار شیرینی پزی مورد استفاده قرار میگیره و طعم و مزه‌اش رو هم بعد از پخت از دست نمیده، این باعث میشه که بتونیم تو موارد زیادی از این میوه ارزشمند استفاده بکنیم. برنامه رو دنبال بفرمایید، سابسکرایب رو فراموش نکنید و خوشحالم از اینکه همراهانی چون شما دارم. امیدوارم هر کجا که هستید موفق و تندرست و شاداب باشید. اول رویه این کیک خوشمزه رو آماده میکنیم، کنار میگذاریم و بعد خود کیک رو آماده میکنیم. یعنی زمانی باید یک ساعت فرصت داشته باشیم که رویه داخل فریزر بمونه و بعد مایه کیک رو آماده بکنیم، که بعد از آماده شدن رویه بلافاصله باید بعد از یک ساعت روی مواد کیک رنده بشه و داخل فر بره. آرد داریم داخل دستگاه غذاساز میریزم، بیکینگ پودر و دارچین بهش اضافه میکنم، یه مقدار همش میزنم، یعنی دستگاه رو روشن میکنم، حدود 10 ثانیه کافیه. بعد از 10 ثانیه کره و شکر رو اضافه میکنم و دوباره دستگاه رو روشن میکنم. خب دستگاه رو خاموش میکنیم و خمیر رو از دستگاه خارج میکنیم، منسجم میکنیم به طور کامل و داخل کیسه نایلونی در داخل کیسه نایلونی در فریزر استراحتش میدیم. به این حالت کاملا بافته فشرده ای داره. بعد از اینکه خمیر رویه رو آماده کردیم و داخل فریزر گذاشتیم، ترکیب سیب رو آماده میکنیم. به این ترتیب که سیبا رو پوست میکنیم، قاچ میکنیم، کره رو روش میریزیم و شکر قهوه‌ای رو میذاریم تا بپزه در حدی که سیبای مقدار نرم بشه. از رو حرارت برمیداریم، کنار میذاریم و برای آماده سازی کیک آماده میشه. خب کره و این هم شکر قهوه‌ای. اول حرارت رو ملایم کنید که شکر قهوه‌ای و کره ذوب بشه و بعد شروع به جوشیدن بکنه. نیازی خیلی به هم زدن نیست، فقط یه مقدار زیر و روش کنین کافیه. ترکیب سیب، کره و شکر قهوه‌ای. خمیر رویه رو آماده کردیم، گذاشتیم داخل فریزر. سیب و شکر و دارچین و کره رو گذاشتیم برای پخت و میخوایم مواد کیک رو آماده بکنیم. قالب رو چرب میکنیم، یه قالب گرد 25 سانت برای این کار کافیه. کف قالب رو با کاغذ میپوشونیم، روی کاغذ رو هم چرب میکنیم. فر رو با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم میکنیم و ترکیب کیک رو شروع میکنیم. سیب و شکر و دارچین هم در این حالت در حال جوشه. یه سس رقیقی کف ظرف ایجاد شده که سعی میکنیم این سس تبخیر بشه و از روی حرارت برش داریم. کره رو داخل ظرف همزن میریزم. کره باید نرم شده باشه و کاملا به دمای محیط رسیده باشه. شکر رو هم بهش اضافه میکنم. داخل ترکیب سیب و شکر قهوه‌ای و کرمون دارچین هست، ولی اگر دارچین به میزان بیشتری نیاز داشتین یا احساس کردین که طعم دارچینی بیشتری باب میلتون هست، میتونین به آرد در حین ترکیب کردن با مواد چربی یک قاشق چایخوری دیگه
دارچین هم اضافه بکنین و یا اینکه از کمی وانیل، یعنی 1/4 قاشق چای خوری وانیل تو این مرحله استفاده کنید. به شما پیشنهاد دادم که اگر دوست دارین میتونین از مقداری وانیل استفاده کنین یا طعم دارچینش رو بیشتر کنین. من میخوام از پوست لیمو برای طعم‌دار کردن کیک استفاده کنم که یه چیزی معادل 1 قاشق چای خوری زست لیمو رو به ترکیب کره اضافه میکنم و به هم زدن ادامه میدم. مطابق معمول وقتی مواد کیک رو هم میزنیم به دفعات دیواره ظرف رو تمیز میکنیم، مواد رو وسط کاسه منتقل میکنیم و دوباره به هم زدن ادامه میدیم و شروع میکنیم به اضافه کردن تخم مرغ ها دونه دونه. تخم مرغ اول، بین هر بار اضافه کردن زمان میدیم تا تخم مرغ اولی جذب بشه، بعد دومی و بعد سومی. تخم مرغ سوم، یعنی تخم مرغ آخری رو هم اضافه میکنم. بعد از اینکه تخم مرغ سوم جذب مواد شد، آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنیم و به همراه شیر به طور متناوب داخل ترکیب اضافه میکنیم. به این ترتیب که نصف از میزان آرد مخلوط شده با بیکینگ پودر، که اینجا اگر دوست داشتین میتونین از کمی دارچین هم برای طعم غالب اون توی ترکیبتون استفاده بکنین. نصف رو میریزم، نصف از شیر رو هم اضافه میکنم، هم میزنم نصف باقی مانده آرد و شیر. مایه کیک هم آماده شد، سیب هامون هم آماده شد، یعنی یه سس خیلی غلیظی کف ظرف نشسته. اینو میذاریمش کنار، مواد کیک رو داخل قالب منتقل میکنیم، 25 دقیقه داخل فر میپزیم و بعد از فر خارج میکنیم و با سرعت سیب و خمیر رویه رو روش منتقل میکنیم و مجدداً برای پخت نهایی داخل فر قرار میدیم. مایه کیکمون آماده است، کافیه که داخل قالب منتقل کنیم و سطح مواد رو صاف کنیم و برای پخت اولیه که 25 دقیقه است داخل فر قرار بدیم. دمای فر رو همونطور که گفتم خدمتون روی دمای متوسط، یعنی بین 170 تا 180 درجه تنظیم میکنیم و قالب رو داخل فر قرار میدیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید من سطح مواد رو کاملا صافش کردم، آماده است برای اینکه برای پخت اولیه بذارم داخل فر. این کیک رو به تنهایی بدون رویه هم میتونین آماده کنین و یا حتی از انواع بری ها مثل بلک بری یا شاتوت یا حتی توت فرنگی میتونین به صورت یخ زده استفاده کنین. کافیه حدود 200 گرم از اون رو داخل فریزر بذارین کاملا یخ بزنه. بعد از پخت اولیه، یعنی بعد از 25 دقیقه روی سطح کیکتون پهنش کنین و بعد خمیر رویه رو روش رنده بکنین، یا به صورت ساده همونطور که گفتم و در این حال میتونین با انواع مغزهای متفاوت مثل خلال بادام، خلال پسته روی سطح مواد رو پر کنید و تو همون پخت اولیه داخل فر بذارین که در اون صورت حدود 35 دقیقه زمان بدین تا کیک بپزه. در ادامه کار با من همراه باشین تا دو تا رویه، یعنی رویه سیب و رویه کرامبلی یا همون استروسلی رو بهتون نشون بدم. مایه سیب رو هم پختم، آماده است. بعد از 25 دقیقه که کیک داخل فر پخت در میارم و این سیب رو روش پهن میکنم. خب کیک نیمپس شده رو از توی فر در آوردم، خیلی سریع سیب ها رو منتقل میکنم روش و بعد هم
مواد کرامبلی رو روش رنده میکنم. و خمیر رو روی سیب ها رنده میکنم. به طور یک نواخت همه جای سیب رو بگیره. خب تمام خمیر روی سطح کیک و سیب پوشش داده شد. 25 دقیقه دیگه زمان لازمه تا پخت کامل بشه. تایم دوم یعنی 25 دقیقه دوم هم سپری شد. من قالب رو از توی فر در آوردم، 15 دقیقه روی رگ قرار میدم تا نسبتاً خنک بشه، یعنی از داغی بیفته. قبل از اون 15 دقیقه با استفاده از یک کاردک یا پالت کوچیک دور کیک رو آزاد کنید و بعد 15 دقیقه تحمل کنید تا کیک از داغی بیفته. این کیک در دمای محیط در ظرف دردپوشدار به مدت 4 روز قابلیت نگهداری داره و میتونید گرم و یا سرد سرو بکنید. پیشنهاد میکنم یک بارش از اون رو گرم کنید، در کنار اون یه اسکوب بستنی وانیلی بذارید و مطمئن هستم که از طعم بی‌نظیرش لذت خواهید برد.